بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوستان من نظام پرور مدیر توسعه کسب و کار و مشاور امور صادراتی گروه شرکت های آراد هستم در این بحث آموزشی میخوام در مورد تعریف و اصطلاحات کاربردی صادرات با شما صحبت کنم یکی از این تعاریف بارنامه دریایی یا مخفف بی ال یا بیلف لودینگ البته اشتباهاً بعضی مقابل بیلاف لودینگ هم میگن اما بیلاف لادینگ خب بیلف لادینگ یا, بی یا بی ال یا بارنامه مدرک و سندی هست که در زمانی که کالای شما توسط یک شرکت کشیرانی حمل میشه و از مسیر به مسیر دیگه انتقال پیدا میکنه اون شرکت به شما این سند رو میده تا بتونین برای انتقال مالکیت به هر نحوی ازش استفاده کنید یعنی چی؟ مثل این میمونه که من یک ماشین میخرم کارت ماشین بهم به میدن این کارت ماشین سند ماشینه این که مثلا گواه پلاک ماشین سند ماشینه و مشخصات اون کالایی که تحویل دادیم در اون مشخص شده پس اگر من یک کالایی در... به کشیرانی تحویل دادم بعد از اینکه کشیرانی کالا رو از من تحویل گرفت بعد از اینکه کانتینرها رو روی زمین روی کشتی بارگیری کردن و اصطلاحاً سرویس THC یا ترمینال هندلینگ شارژ رو به صورت کامل انجام دادن و کشتی از اسکله بارگیری یعنی مثلا اگر بندر هست، از بندر جدا شد بعد از اینکه جدا بشه بارنامه قابلیت صدور رو داره قبل از اون بارنامه هایی که صادر میشه معتبر نیستن و مورد قبول مشتری ها نیستن یعنی اورجینال بی ال یا بارنامه اصلی حساب نمیشن بارنامه زمانی معتبر میشه که از کشتی از بندر جدا شده باشه و به سمت مقصد حرکت کرده باشه یعنی قابلیت برگشت نداره این کشتی چون کشتی که داره میره فقط برای شما که نمیره برای هزار تا کانتینر دیگه هم داره میره و قابلیت برگشت نداره اما بارنامه شما صادر میشه بارنامه شما صادر میشه اسم کشتی زمان حرکت زمان طول مسیر و همه اطلاعات در اون ثبت میشه شماره سریال کانتینر و هر چیزی که لازمه در واقع در بارنامه مشخصات بار وزنش نوع کمودیتی و هر آن چیزی که در واقع در کالا هست و در کانتینر هست برای مشتری مشخص میشه و اسم کشیرانی که داره این سرویس انجام میده که مشتری میتونه از طریق کشیرانی سرویس بررسی کنه و یا هر مدل دیگه که لازم انجام بده پس شما برای اینکه بتونی یه کالا رو ارسال کنی از یه محله به محل دیگه از نوع دریایی بعد از این مراحل میتونی بارنامهش رو بگیرید حالا سه برگ کاغذی هست که قابلیت انتقال به فرد دیگه رو داره غیر از این حالا بارنامه های سری دیجیتالی هم شده که در واقع مشتری ها بعد از اینکه کالا رو ارسال کردی برای گیرنده کالا استر به صورت دیجیتالی درخواست آزادسازی کالا رو میدی که حالا انشاءالله تو بحث بعدی صحبت میکنم اما اساسا بدونید با نامه یا اوریجینال بی ال زمانی که کالا از مبدا به سمت مقصد حرکت کرده باشه قابلیت صدورش داره و شما میتونید در واقع برای مشتریتون اینو بگیرید این بهش میگن سرویس های باربری و تو اصطلاحات کاربردی صادرات با عنوان بی ال یا یا بیلافلدین شناخته میشه موفق و پیروز باشید خدا نگهدار